سلام به برنامه صفحه دو ویژه انتخابات آمریکا خوش آمدید. من سام فرزانه هستم اینجا در دفتر واشنگتن بی بی سی و تونستم با یک کودتای خزنده این برنامه را از شنگ فرناز قاضی‌زاده در بیارم، اما خب اشتباه محاسباتی من باعث شد که به آخرین برنامه برسم. از سه‌شنبه فرناز به برنامه‌های معمول صفحه دو برمی‌گرده. این برنامه در حالی به پایان میرسه که مشخص شده رئیس جمهوری بعدی آمریکا چه کسیه، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی هنوز نتیجه انتخابات رو نپذیرفته و به همین دلیل هم هنوز گام‌های ابتدایی برای انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب انجام نشده. این در حالیه که آمریکا با وضعیت بغرنج شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنه و در بخش‌هایی از این کشور بیمارستان‌ها به حداکثر ظرفیت خودشون رسیدن. آخرین وضعیت نتیجه انتخابات چیه؟ آیا آقای ترامپ تمهیداتی داره برای عوض کردن نتیجه؟ آقای بایدن چطوری داره خودش رو آماده میکنه؟ در این برنامه با دوستان و همکارانم بهمن کرباسی از سورنتو، هادی نیلی از واشنگتن و سینا علی نژاد از جنوب کالیفرنیا صحبت میکنیم. سینا، از تو شروع میکنم که بگو چه شکایت هایی هست و چه کاری داره میکنه آقای ترامپ؟ سلام. بله سام، تازه ترین خبرهای حاکی است که روز پنجشنبه دیروز سه شکایت دیگر کمپین ترامپ یا جمهوری‌خواهانی که به نمایندگی از او عمل می‌کنند شکست خورده در سه ایالت حساس آریزونا، پنسیلوانیا و جورجیا. مهمترینش به ایالت جورجیا در جنوب شرقی مربوط میشه، جایی که یک وکیل جمهوری‌خواهان از دادگاهی فدرال خواسته بود که تایید و تصدیق نهایی نتایج در این ایالت رو جلوگیری بکنه ازش، و این در حالی است که روز پنجشنبه بازشماری دستی آرا در جورجیا کامل شد. دقیق قبل نشون میداد که آقای بایدن با 14000 رای اختلاف اکثریت داره و دیروز هم تایید شد که با 12800 رای بودن این پیشتازی رو حفظ کرده. قاضی فدرال که از قضا از طرف دولت آقای ترامپ منصوب شده در این 4 سال اخیر، ابراز شگفتی کرد نسبت به این درخواست و اون رو رد کرد. همینطور که گفتم در پنسیلوانیا و آریزونا هم شکایتی بود که کمابیش شبیه همین بود، حداقل در مورد بخشی از آرا اونها هم رد شد از طرف دادگاه‌های ایالتی در اون دو مورد. و اینها از ده ها شکایتی که تا حالا آقای ترامپ به کمپینش مطرح کرده یا جمهوری‌خواهان مطرح کردن در دادگاه‌ها، اکثریت قریب به اتفاق اینها شکست خورده و برای همینه که به نظر میاد از دیروز تا حالا خبرهایی میرسه از این که او و کمپینش یه استراتژی تازه‌ای رو برای این که میگن تقلبی در انتخابات صورت گرفته، باید نتایج به نفع او تغییر بکنه و شواهدی که البته ارائه نشده محکمه پسند باشه در دادگاه پذیرفته بشه، استراتژی تازه‌ای رو در پیش گرفتن و او این استراتژی اونطور که گزارش میشه این هستش که فشار بیارن بر مجالس ایالتی در دو ایالت پنسیلوانیا و میشیگان که مجالس ایالتی در واقع نمایندگان خودشون رو که به آقای ترامپ رأی خواهند داد در روز 14 دسامبر به کالج انتخاباتی می‌فرستند که رئیس جمهور بعدی رو مشخص خواهند کرد، در حالی است که این فرماندار و وزیر امور ایالتی در این ایالات در همه ایالات هستند که نمایندگانی رو انتخاب می‌کنند که به برنده اکثریت آرا در اون ایالت‌ها رأی بدن در روز 14 دسامبر از در کالج انتخاباتی. و شواهدی هم وجود داره برای این گزارش‌ها، از جمله اینکه دیروز خبر رسید که آقای ترامپ از بعضی از نمایندگان مجلس میشیگان که در اختیار جمهوری‌خواهان هست دعوت کرده که بیان در کاخ سفید با او دیدار بکنند، با دو نفرشون سران این حزب جمهوری‌خواه در این مجلس ایالتی که قرار امروز دارن به کاخ سفید برن. در این حال یک مقام ارشد کمپین ترامپ هم گفته به خبرگزاری رویترز که اونها میخوان انقدر شک و شبهه ایجاد بکنن در نتایج حوزه‌های حساس شهرهای بزرگ دموکرات نشین هستن
که در واقع نمایندگان مجلس مجالس ایالتی تحت فشار قرار بگیرن و نمایندگان خودشون رو به کارج انتخاباتی بفرستن. و البته واکنشی هم داشتیم از جمله از طرف میت رامنی که از معدود کسانی است که در این دوره از آقای ترامپ انتقاد کرده و او گفته که حالا که او نتونست در دادگاه ها شکایتش پیش ببره، میخواد با فشار بر مقام های ایالتی و محلی نتایج رو به نفع خودش تغییر بده، چیزی که گفته بسیار غیر دموکراتیک است. و جالب هم این هست که بسیاری از ایالت‌ها این قانون رو دارن که کسانی رو که میفرستن به کالج انتخاباتی، اینها باید در واقع همون رأی مردم اون ایالت رو اونجا اعلام بکنن. اجازه بدیم صحبت‌های یکی از وکلای آقای ترامپ رو گوش بکنیم. خانم سیدنی پاول هست که یک صحبت‌های دیروز داشت در مورد اینکه چرا فکر می‌کنن در انتخابات تقلب شده و اینکه اصلا این تقلب چطور انجام شده. What we are really dealing with here and uncovering more by the day. چیزی که ما با آن طرفی ما هر روز شواهد بیشتری برای آن پیدا می‌کنیم، تأثیر بیشتر پول کشورهای کمونیستی مثل ونزوئلا، کوبا و احتمالاً چین بر انتخابات در ایالات متحده است. ماشین‌های رأی‌گیری دامینیون و نرم‌افزار اسمارت‌ماتیک و نرم‌افزار دیگری که برای ماشین‌های رأی‌دهی استفاده می‌کنیم، همه در ونزوئلا تولید شده بودند. دستور ساخت آنها را هم هوگو چاوز بعد از آن داد که از نتیجه یک رفراندوم قانون اساسی ناراضی بود. می‌خواست مطمئن باشد هیچ وقت در هیچ انتخاباتی شکست نمی‌خورد. یعنی کوبا و ونزوئلا احتمالاً پول اضافه‌ای دارن که میتونن خرج این چیزا بکنن. هادی، آقای ترامپ در این هفته یکی از مقام‌های ارشد در زمینه امنیت سایبری رو اخراج کرد. آقای کریستوفر کربز چه گفته بود و چه اتفاقی افتاد براش؟ چند تا کار کرده بود که خودش هم میدونست که و گفته بود که احتمالاً براش گرون تموم میشه و به اخراجش منجر میشه. اولاً بیانیه‌ای رو امضا کرده بود که در اون او و چند سازمان، در واقع سازمان زیرمجموعه او و چند سازمان دیگر زیرمجموعه دولت دونالد ترامپ، گفته بودند که انتخابات آمریکا، انتخاباتی که چند هفته پیش برگزار شد 3 نوامبر، سالم‌ترین انتخابات بوده، هیچ مداخله‌ای در اون نبوده، هیچ رأی جابجا نشده. و حتی اومده بودن در متن بیانیه‌شون بخشی رو که صریحاً و واضح داشت جواب حرف‌های دونالد ترامپ رو میداد بدون ذکر نام او، برجسته کرده بودن، بولد کرده بودن، به اصطلاح با حروف کلفت‌تر نوشته بودند. و غیر از اون هم کریستوفر کربز گفته بود که چون یک وبسایتی که زیر مجموعه او کار میکرد، زیر دست او کار میکرد، به طور مشخص ادعاهای دونالد ترامپ، ادعاها در مورد تقلب، جابجایی آرا و این قبیل رو رد کرده بود. خود او گفته بود که منتظر هست که احتمالاً عقوبت بشه از طرف دونالد ترامپ، از طرف کاخ سپید توبیخ دریافت کرده بود، برای همین غیر منتظره نبود. ولی اساساً همین که در این شرایط این رفتار غیر منتظره نباشه و اساساً همین که دونالد ترامپ علنا توی توییتر نوشت که چون آقای کربز رئیس این سازمان خلاف حرف دونالد ترامپ حرف زده و ادعاهای دونالد ترامپ رو رد کرده داره اخراج میشه، همین که این دیگه غیر منتظره نیست، نشون میده که وضعیت الان در صحنه سیاسی آمریکا چطوره، اینکه چقدر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اصلا براش مهمه که حرفایی که میزنه، ادعاهایی که میکنه دلایل محکمه پسند یا شواهدی داشته باشه. این رویه که در پیش گرفته بیشتر به نظر میرسه مخاطبش کسانی هستن که شاید شواهدی هم لازم ندارن برای اینکه حرف رئیس جمهور مستقر رو باور بکنن. خود این جمله که گفتی خیلی جمله جالبی بود، این که میگه که توی این شرایط یک چنین رفتار غیر منتظره نباشه، خود این غیر منتظره است، خود این عجیبه. یکی از عجیب ترین چیزهایی که توی این هفته ما شنیدیم یک صحبتایی بود که وزیر امور ایالتی یا وزیر داخله ایالت جورجیا، کسی که مسئول برگزاری انتخابات توی این ایالت هست، صحبت کرد و یک اتهامات عجیبی رو به یکی از سناتورهای سرشناس آمریکایی، سناتور جمهوری‌خواه لینزی گرام نسبت داد که بد نیست این صحبت‌ها رو از خود آقای براد رافنسبرگر بشنویم. وقتی که سناتور گراهام تلفن کرد، فکر کردم میخواد درباره انتخابات دور دوم سناتورهای ایالت صحبت کنه. وسط حرفا از من پرسید که آیا ممکنه فهمید آرای پوسکی از کدوم پاکت نامه اومده؟ من براش توضیح دادم که بعد از 2 مرحله انطباق امضا، پاکت نامه از برگه رای جدا میشه. اما بعد سناتور گراهام گفت که پاکت‌ها رو بازبینی کنید و اگه در یک کانتی تعداد ناهمخوانی امضاها زیاد بود، برگه‌های رایشون رو دور بریزید. و
بهمن، این ادعا اگر صحت داشته باشه ادعای خیلی خیلی بزرگیه. میخوام ازت یه سوال دیگه بپرسم، اما اول درباره واکنشا به این ادعا بگو. از بود که یک سناتور که مال ایالت جورجیا نیست زنگ بزنه به یک اتفاقا وزیر امور داخلی که جمهوری خواه هست، به او به نوعی توصیه بکنه یا دنبال راهی بگرده که رأی های قانونی باطل بشه، هم کم سابقه است، شاید بهتر بگیم بی سابقه است. همین که مشخص است که استراتژی آقای ترامپ و اطرافیانش از دعوای حقوقی فراتر رفته و وارد یه مرحله شده که بسیاری از منتقدان معتقدند نوعی تلاش برای تقلب و دزدیدن انتخابات هست. آرای رو ندارند، در مجموع آرا شکست خوردن و حالا میخوان آرایی که به نفعشون نیست رو با فشار آوردن به دیگر جمهوری خواهانی که مسئول برگزاری انتخابات هستند باطل بکنن. یک چنین شرایطی همونطور که هادی هم گفت کاملا غیر منتظر است، ولی انقدر وقایع غیر قابل تصور رخ داده در این سالها و به خصوص در این چند هفته که این رو هم باید اضافه کرد به فهرست آنهایی که تعجب نباید کرد که داره رخ میده، در عینی که باید حیرت کرد که داره رخ میده. بهمن، تو حالا در این شرایط غیر منتظره و عجیب، ولی تو یک ویژگی که داری اونم اینه که حواست هست، حساب کتاب دستته. بگو که ما تا کی قراره چه روزهای مواظب باشیم، چه اتفاقایی داره میفته، یک کمی ما رو با تاریخهایی که پیش رومون هست آشنا کن. 18 روز ما فاصله داریم با اون فرصت یا ضرب العجلی که قانون اساسی آمریکا تعیین کرده برای اینکه همه ایالت‌ها تصدیق نهایی بکنن نتایجشون رو. 18 روز، امروز اولیش ایالت جورجیا است که انتظار میره تصدیق نهاییش صورت بگیره اگه تا همین لحظه صورت نگرفته باشه، و بعد یکی یکی ایالت‌های حساس هفته آینده دوشنبه ایالت میشیگان و بعد هم ایالت‌های مثل پنسیلوانیا و آریزونا و ویسکانسین. این است که وقتی به اون روز 8 دسامبر که 18 روز الان باش فاصله داریم برسیم، دیگه تقریبا میشه اطمینان داشت که اگر تغییری در شرایط به وجود نیاد که انتظار نمیره که به وجود بیاد و نتایج تصدیق بشه، این تلاش های آقای ترامپ هم عمدهش با مانعهای جدی و به بنبست خواهد رسید. به این معنا نیست که تلاشش رو ادامه نخواهد داد، از همون راه های غیر متعارفی که سینان بهش اشاره کرد، تلاش برای فشار به نمایندگان ایالتی در ایالت‌هایی که جمهوری خواهان مجلس رو اکثریت شده در دست دارن، ولی هرچی که پیش میره این راه ها یکی یکی بسته تر میشه و ما به روز 14 دسامبر، یعنی 6 روز بعد از آن که برسیم و مجمع الکترال رأی بدن، اون وقت تصور این که چیزی دیگه بعد از اون تغییر کنه بسیار بسیار مشکله. غیر ممکن نیست. آقای ترامپ با یک واقعیت بسیار حساس تری غیر از به اصطلاح ماندن در عرصه سیاست روبروست، و اون هم پرونده های مکرر و سنگین قضایی است که به محض از دست دادن مسئولیتش در روز 21 ژانویه بعد از اینکه آقای بایدن سوگند بخوره باش روبرو خواهد شد، و شاید بخشی از این تلاش غیر از اهداف سیاسی این باشه که بتونه در مقابل این مانع تراشی ها برای انتقال قدرت تضمینی بگیره برای اینکه در آینده با مشکلات کمتر حقوقی روبرو بشه یا عفوی صورت بگیره، یا اینکه خودش در هفته های آخر ممکنه خودش رو عفو بکنه، چیزی که بسیار از حقوقدانان بینشون اختلاف هست که ممکن هست یا نه. ولی به هر حال برای آقای ترامپ این اتفاقا بذارید اینجا ازت بپرسم، در مورد این عفو کردن، آیا در مورد جرمی که ثابت نشده میتونه خودش رو عفو بکنه؟ این سوالی که من چند روز سعی کردم هی از حقوقدانان بپرسم و پاسخ ثابتی نگرفتم. البته در مورد جرم هایی که در ایالت ها و دادگاه های ایالتی طرح بشه و محاکمه بشن افراد، نمیتونن، هیچ کس نمیتونه خودش رو عفو بکنه، چون عفو فقط شامل جرم هایی است که در دادگاه های فدرال انجام بشه. ولی آیا میشود کسی خودش رو عفو بکنه در مورد هر آنچه که در آینده ممکنه باش متهم بشه؟ این پرسشیش که باش حقوقدانان پاسخ های مختلفی میدن. آقای نیکسون نزدیکترین نمونهش هست که معاونش آقای فورد او رو عفو کرد در مورد هر آنچه که در مورد داستان واترگیت به او ممکن بود اتهام زده بشه، در نتیجه در یک موضوع تا انتها عفوش کرد. آیا چنین چیزی ممکنه در مورد مثلا آقای ترامپ بگوید که در مورد مالیات و تخلف‌های مالیاتی هیچ کس نمیتواند تا ابد من رو دادگاهی کند؟ اینا پرسش‌هایی است که حقوقدانان در موردش یک پاسخ واحدی ندارند، ولی باید اینو تصور کرد که در ذهن آقای ترامپ همه این حرکات و دست بردن دست دادن به کارهایی که سابقه نداره فقط انگیزه سیاسی نداره، بلکه
انگیزه قضایی برای نگرانی از آینده قضایی حقوقی خودش هم هست. یکی از عجایبی که توی این دوره به وجود اومده این هست که ما به جای اینکه از برنده انتخابات صحبت بکنیم، بیشتر وقتمون رو میذاریم درباره این صحبت بکنیم که کسی که در انتخابات موفق نبوده چه کاری داره میکنه. سینا، بگو چی میدونیم در مورد کابینه احتمالی آینده آقای بایدن؟ بله، تیم انتقالی آقای بایدن مدت هاست که دنبال نامزدهایی برای نصب در کابینه میگردن و در مورد وزارت خارجه مثلا که جاییست که مسلماً آقای بایدن سعی خواهد کرد تقویتش بکنه، بعد از 4 سالی که در دوره آقای ترامپ بسیاری از دیپلمات‌های کار کشته این وزارت خونه به خاطر اینکه احساس میشد وفادار نیستن به اندازه کافی به آقای ترامپ، مجبور شدن این وزارتخونه رو ترک بکنن و الان گفته میشه که آنتونی بلینکن که مشاور سیاست خارجی آقای بایدن بوده در دوره مبارزات انتخاباتی، یکی از نامزدهای اصلی او هست، اون کسی است که در دوره اوباما هم معاون وزارت خارجه بوده و در توافق هسته‌ای با ایران نقش داشته، و غیر از او ویلیام برنز هست که او هم 33 سال دیپلمات بوده در وزارت خارجه، از جمله سفیر امریکا در روسیه و اردن بوده، او هم از جمله کسانی بوده که در دوره اوباما نقش داشت، معاون وزارت خارجه بود، در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش بازی میکرد. در وزارت دفاع پنتاگون هم از خانم میشل فلورنی که او هم در دوره کلینتون و از ریاست جمهوری کلینتون و اوباما در وزارت دفاع پست هایی داشته به عنوان یکی از نامزدهای اصلی نام برده میشه. او اولین زنی خواهد بود که اگر تایید بشه ریاست وزارت دفاع رو به عهده خواهد گرفت. غیر از او، از جی جانسون که در دولت اوباما وزیر امنیت داخلی بود به عنوان یکی از نامزدها نام برده میشه. و وزارت دارایی هم البته جای مهمی است که آقای بایدن میتونه مثلا بست مشوق‌های اقتصادی رو با توجه به بحران اقتصادی که همگیری کرونا پیش آورده جلو ببره، یا برنامه‌های مالیاتی خودش رو جلو ببره. اونجا هم از 2-3 تا نام هست، از لایل برینارد که رئیس یکی از حوزه‌های بانک‌های مرکزی است نام برده میشه به عنوان یکی از نامزدهای اصلی. او هم اولین زنی خواهد بود که اگر منصوب بشه اولین وزیر دارایی خواهد بود، و همچنین از جنت یلن که زمانی رئیس در واقع بانک مرکزی بود در دوره آقای اوباما دیگر نامزد این پست هستند. ما برای اینکه متقاعد بکنیم سینا رو برای اینکه بیاد تو این برنامه، باید حتما یه سوال درباره محیط زیست بپرسیم. آیا مشخص هست که چه برنامه‌ای داره آقای بایدن درباره مسائلی که مربوط به تغییرات اقلیمی میشه؟ بله، آقای بایدن این رو در دستور کار قرار داده، در اولویت قرار داده. بلافاصله ارنست مونیز که مشاور او در امور انرژی هست و در دولت اوباما هم وزیر انرژی بوده، گفته که هرچند که همگیری کرونا مهمترین مسئله است که دولت باید بلافاصله با روی کار آمدن در روز 20 ژانویه بهش بپردازه، اما میخواد همزمان با اون به مسئله تغییر اقلیم هم بپردازه. دو تا مسیر رو دنبال میکنه آقای بایدن، به خصوص با توجه به اینکه ممکنه کنترل سنا رو دموکرات‌ها به دست نتونن بگیرن و از انتخابات جورجیا در ماه ژانویه، او میتونه مسیرهای دیگری دنبال کنه برای اینکه این سیاست رو جلو ببره. از جمله الان داره دستوراتی مینویسه که از روز 20 ژانویه بلافاصله اجرا کنه برای مقابله با گازهای گلخانه‌ای، کاهش اونها، و همچنین در انتخاب وزرا به خصوص خیلی دقت میکنه تیم بایدن که کسانی رو سر کار بذاره که به این موضوع تغییر اقلیم و گرمایش اهمیت ویژه‌ای قائل بشن. و اینها سیاستایی است که البته آقای بایدن اعلام کرده قبلا که 2 تریلیون دلار برنامه داره برای اینکه تا سال 2035 مصرف سوخت‌های فسیلی برای تولید برق رو به صفر برسونه و تا 2050 هم در واقع تولید دیوکسید کربن امریکا رو به صفر برسونه. درسته، و همینطور که اشاره کردن همه، الان در این شرایط آمریکا مشکل بسیار گسترده‌ای داره با مسئله شیوع ویروس کرونا. آقای بایدن کارزار انتخاباتیش رو خیلی متمرکز کرده بود روی این مسئله و الان هم که به عنوان رئیس جمهوری منتخب شناخته میشه درباره شیوع ویروس کرونا کم صحبت نمی‌کنه. یه تیکه از صحبت‌های آقای بایدن رو گوش کنیم برگردیم. I am optimistic
من امیدوار هستم، اما باید جلوتر از اینها می بودیم. یکی از مشکلات اینه که دولت پیروز انتخابات رو به رسمیت نمیشناسه. قانون میگه که اداره خدمات عمومی یک نفر رو باید به عنوان پیروز انتخابات به شمار بیاره و اون وقت اون میتونه به اطلاعات و آماری که در دست دولت دسترسی داشته باشه. لازم نیست که پیروز قطعی انتخابات باشه. باید کسی باشه که به نظر میرسه پیروز انتخاباته. ما متاسفانه به چیزایی که باید بدونیم دسترسی نداشتیم، مثل وضعیت انبار تجهیزات پزشکی. میدونیم که خیلی چیزهای زیادی رو نداریم، یا اینکه ما باید بدونیم حدوداً این واکسن‌ها چه زمانی آماده میشن، چه زمانی میتونیم توزیعشون کنیم، به چه کسانی باید اول واکسن برسه، و اینکه کلاً برنامه برای رسیدن به بیش از 300 میلیون آمریکایی در داخل و خارج از کشور چیه. هادی، این تأخیری که داره میفته توی انتقال قدرت چه تأثیری میتونه بذاره توی برنامه‌های آقای بایدن؟ ببین، دقیقا دو ماه دیگه همین ساعتها رئیس جمهور دوره بعدی ریاست جمهوری آمریکا سوگندش رو خورده، یعنی سر ظهر 20 ژانویه به وقت آمریکا باید سوگندش رو یاد بکنه و دیگه این روشنه که از اون موقع رئیس جمهور تکلیفش معلومه. ولی همین 60 روزی که باقی مانده، یا میشه گفت حتی همین یکی دو هفته هم که گذشت، میتونه فرصتی بده به رئیس جمهور بعدی که آدم‌هاش رو مستقر بکنه، آشنا بشن با در واقع با آخرین اطلاعات، با آخرین تصمیم‌ها، با آخرین در واقع تصمیم‌گیری‌هایی که مد نظر بوده در دولت کنونی. ولی مادامی که این تصمیم اتفاق نیفته، هر روز که داره دیرترین اتفاق میفته، باعث میشه که وقتی تیم رئیس جمهور بعدی قرار میگیرن در کاخ سفید و کارو شروع میکنن، به همون اندازه عقب باشن. الان که 20 سال از ماجرای انتخابات 2000 گذشته، ماجرایی که الگور نامزد حزب دموکرات بود که زیر بار نتیجه اعلام شده در ایالت فلوریدا نرفت، اون رو به مناقشه کشید، به دادگاه رفت و در نهایت هم با حکم دیوان عالی بازشماری و اینها تمام شد و با همون نتیجه که اول اعلام شده بود، جورج بوش پسر رئیس جمهور شد. همون موقع چند هفته دولت جدید، دولت جورج بوش پسر، دیر کارو در دست گرفت. این تیم انتقالیشون دیر کارو شروع کردن و خیلی ها الان دارن یادآوری میکنن که چه بسا واقعه 11 سپتامبر و تهدیدهای امنیتی مشابه که در آمریکا در نهایت در واقع نادیده گرفته شد و به واقعه 11 سپتامبر منجر شد، ممکنه که در اثر همون چند هفته تأخیر بوده باشه. اینکه مقام‌های امنیتی اومدن سر کار و به جای اینکه از همون روز کارشون رو شروع بکنن و در جریان قرار بگیرن، مجبور بودن به حجم بزرگی از اطلاعاتی که از هفته‌های پیش بوده برسن. و وقتی که الان ناظران حتی نزدیک به حزب دموکرات دارن میگن اون تأخیر باعث شد که چنان واقعی که این طور سیاست در آمریکا و در جهان رو میشه گفت تحت تاثیر قرار داد اتفاق بیفته، الان همونها دارن هشدار میدن که با وجود بحران کرونا، بحرانی که روز به روز آمارهای جدید داره میاد، سیاست‌های جدید داره میاد، و با توجه به اینکه آمریکا در صحنه جهانی هم با مسائلی روبرو هست که نیاز هست که دولت وقتی مستقر میشه کامل به اونها اشراف داشته باشه، شاید این تأخیر خودش داره تشدید میکنه احتمال اینکه دولت جدید دیر کار به دست بگیره. هادی، اگه خیلی کوتاه بتونی بگی که آقای ترامپ توی این روزهای باقی مونده داره تصمیم‌های بزرگی در مورد افغانستان، عراق و در مورد ایران هم گزارش شده بود که داره میگیره، چه تأثیری داره این کارهایی که داره در روزهای آخر انجام میده؟ اصلا برای چی توی این روزها داره این تصمیم‌ها رو میگیره؟ در مورد ایران گمانه‌زنی بوده و حرف از این بوده که سراغ گرفته که احتمال این و امکان این که به پایگاه هسته‌ای ایران به مشخصا نطنز حمله بکنه چقدر هست، ولی هنوز روشن نیست، هنوز قطعی نیست که اصلا چقدر این محوری باشه در سیاست آقای ترامپ. این هشدار رو ناظران میدن که این 60 روز آینده میتونه تعیین کننده باشه، به خصوص با توجه به اینکه اگه تنش بالا بگیره بین ایران و آمریکا، دولت بعدی با وضعیت از پیش معلوم شده تری روبرو خواهد بود. با وجودی که تحریم‌ها الان داره اعمال میشه، خود این تحریم‌ها به اندازه کافی وضعیت رو برای دولت بعدی داره از قبل معلوم میکنه. ولی در مورد افغانستان و عراق یادمون باشه که یکی از شعارهای اصلی دونالد ترامپ در انتخابات قبلی این بود که به جنگ‌های بی‌پایان پایان بده، و به نظر میرسه که دوست داره اگر هم داره از دولت میره کنار، یکی دیگه از وعده‌هاش رو از دید خودش بهش تجسم بده که عملی کرده، بگه که ما جنگ‌ها رو تمام کردیم، نیروها رو برگردوندیم. هم با اینکه در نهایت نیروهای آمریکایی دارن در افغانستان باقی میمونن، با اینکه خیلی از کارشناسان و مقام‌های سابق دفاعی در آمریکا دارن هشدار میدن که این سیاست کمکی به آینده وجود حضور آمریکا در افغانستان نمی‌کنه.
جالبه که آقای ترامپ داره همچنان آخرین وعده های خودش رو عملی میکنه. بهمن، خیلی کوتاه در یک 30 ثانیه برای ما بگو که آیا امکانش هست که در روز 20 ژانویه ما شاهد باشیم که فردی بجز آقای بایدن بره به کاخ ریاست جمهوری؟ هیچ چیزی غیر ممکن نیست، ولی هرچه به اون روز نزدیکتر میشیم باید تصور کرد که احتمالش از اینکه صاعقه بزنه و آقای بایدن رو بکشه هم کمتر میشه. در نتیجه باید منتظر بود دید که در این روزهای آخر به چه روش‌های دیگری آقای ترامپ بخواد متوسل بشه، بسیاریش در نقض قانون اساسی و روش‌ها و سنت‌های سیاسی آمریکا، ولی بسیاری معتقدند که تلاش‌هایی است که ممکن است انجام بشه ولی به نتیجه رسیدنش تقریبا غیر ممکن است. صرفا فقط انجام میشه بدون اینکه بخواد تأثیری بذاره. تلاشش که میکنه شاید هم همینطوری گفتم برای این باشد که یک نوع معامله در نهایت بکند در برابر یک عفوی، در برابر یک قولی که دیگه بعد از ورودش از ریاست جمهوری با مشکلات قضایی رو برون نشه، اون وقت در برابر ممنون بهمن تلاش آورد. ممنونم بهمن، هادی و سینا، متشکرم که تو این برنامه بودید و متشکرم از شما که برنامه صفحه 2 ویژه انتخابات آمریکا رو تماشا کردید که این آخرین قسمتش بود و این مجموعه به پایان میرسه. از حالا به بعد موضوعهای مربوط به انتخابات آمریکا و تغییر دولت توی این کشور رو در برنامه‌های معمول صفحه 2 با اجرای فرناز قاضی‌زاده میتونید ببینید. هر جا که هستید شب و روزتون خوش.